با سلام و درود، آیا اسرائیل دیوانه شده که مثلا به جنگ لبنان میره؟ یک سوال بسیار مهم است که در محافل اسرائیلی مطرح است و همچنان در محافل منطقه. در اینجا آل بعد از کابینه جنگ اسرائیل فرو پاشیده، تنها جنگ سالاران تل اویو ماندن که آل رخ براخ ارتش چریکی حزب الله قرار گرفتند. گمان نمیره که اینا چیزی به دست بیارن یا اصلا اونجا هجوم بکنن، اما اگر هجوم بکنن چیزا زیادی را دست میدن. ای بار اسرائیل باید همون برتری هوایی خود را دیگه فراموش کنه، به دردش نمیخوره. خب البته باید اعتراف کرد که در جنگ غزه تعداد بسیار زیادی از فلسطینی های بیگناه کشته شدند. ای سخن بایدن بود، اعتراف کرد که در جنگ غزه تعداد بسیار زیاد فلسطینی بیگناه بود. اولین بار است که بایدن اعتراف کرد، و هم در سخنان به مناسبت عید قربان. خوی سخنانش هم ظاهرا به سخن انتخاباتی است، اما عید جان کس نمیخوره. اگه عید والا در زمان سخت فرا رسیده که غیر نظامیان بیگناه از بلای جنگ رنج میبرند، ایره نگفت که ما تمام پیشنهادات بغیر آتش بس در 3 نوبت ویتو کرده و تا حال جنگ دوام داده و حالی هم میتیم. ایره نگفت. سخنگوی سابق ارتش اسرائیل میگه که پیروزی کامل برای اسرائیل فقط یک شعار است، پیروزی کاملی وجود نداره. امی حالا شمال اسرائیل به حال خود رها شده و نبرد تا عمق اسرائیل جریان داره. در جنوب مثلا میگن ما به هدف رسیدیم، گفته نمیتونن که به کدام هدف رسیدن. براستی تا همین الان آمار عجیب وزیر بهداشت ترکیه بسیار جالب است که میره خارج از موضوع در اطلاع شما برسانم که حیرت کردن. در روز قربانی کردن حیوانات 16,000 نفر زخمی شده. اگر قربانی یک فایده شمی باشه، اینالی فلسفه قربانی چی از دیگه؟ عجبا. البته خب این موضوعی است که در خارج از برنامه ما، اما یه خبری بود، چون تو به اصطلاح خبر دمش تیز بود برای شما گفتم. 16,000 نفر در وقت قربانی کردن حیوانات مجروح میشه. این حال شما چشمتون رو بسته بکنیم چه اتفاق افتاده. خب میره پس در اسرائیل. تحلیلگر اسرائیلی میگه که تظاهرات شبانه 10,000 اسرائیلی به چی معناست؟ براسی من تصویرهای شدیدیم بسیار بزرگترین اعتراضات حدود 110,000 نفر شرکت داشتن. چرا؟ چرایش اگر شاید مقاله که دکتر عماد آبشناس نوشته در مقاله از اون جستجو کنیم. و آدم میگه که بسیاری کشورهای جهان تلاش دارن قتل عام فلسطین در غزه را خاتمه بدن. جنگ سالاران اسرائیل و دنبال باز کردن یک جبهه نو هستند. در خود اسرائیل هم 110,000 نفر میتو بالا آمده، موج بالا میه. پس یک چیز غیر عادی در این کشور جریان داره که مثل گذشته نیست. کلی کارشناسا متفق القول هستند که ادامه ترور فرماندهان حزب الله لبنان به وسیله اسرائیل واکنش های حزب الله را روز به روز سختتر میکنه، شدیدتر میکنه. حملات حزب الله از این بعد بسیار ویرانگر خواهد بود و داخل خاک اسرائیل از اثر اینمی ترور فرمانده ها. در نهایت چی میشه؟ یک جنگ فراگیر. یک جنگ فراگیر هم چی گیر اسرائیل میه؟ هیچ چیزی گیرش نمیه. و به اضافه این جنگ قطعا به لبنان و اسرائیل باز محدود نمیشه. در ابتدای عملیات اسرائیل در غزه، یعنی در این درگیری ها در هر
در حد محدوده های مرزی بود. اما بعدا که اسرائیل به عملیات خود بسیار شدت داد، حزب الله آمد سطح عملیات خود بالا برده، امروز شمال اسرائیل از اسرائیل نیست، پایگاه بسیار مهمه نظامی اسرائیل، انبارای تسلیحاتی شد از بین برده، هدف قرار دادن زدن سوخت خاکستر. البته بسیاری کارشناسان اینطور فکر میکنن که اسرائیلی ها در صدد هستن ببینن که حزب الله یعنی دقیقا چه امکاناتی داره و بررسی میکنن که عملیات در لبنان چقدر هزینه بردار خواهد بود. اما نه، من فکر نمیکنم که اینا آزمایش کنن حزب الله را. او از آزمایش بر اومده، چند بار هم سعی کردن اسرائیلیا پیشروی های محدود انجام بدن تا معلومات بکنن که سطح حساسیت یا اشراف حزب الله بر وضعیت در چه سطحی است، که بسیار با واکنش سخت حزب الله مواجه شدن، با تلفات برگشتن. خب آزمایش خلاص شد. حال دیگه است که اسرائیلیا روی شرایط بد اقتصادی داخل لبنان شرط میبندن که این اولا وضع مردم بسیار خراب است، اگر ما تهاجم بکنیم مردم از درون میشوره، حزب الله را از پشت سر صدمه میزنند. یک پوچ است. چرا؟ یعنی تنها غزه نشان داد که این محاسبه محاسبه غلط است. این محاسبه که بسیاری از مردم لبنان حاضر نباشند پشت حزب الله بیستند، پشت حزب الله دیگه قدرت های لوجستیکی است و افراد حزب الله افراد ایدئولوژیک است که با مردم عادی فرق دارند و تعدادشان هم کم نیست. خب البته این راز مخفی نیست، معلوم است که لبنان در این شرایط اقتصادی ممکن است که خوششانه به درگیر یک جنگ شوند، اما اگر ماجرا به دفاع از موجودیت لبنان باشه، تاریخ نشان میده که مردم لبنان از مسلمان تا مسیحی کلش در برابر اسرائیل می جنگند. اینی قسمت اسرائیلیا از قلم انداختن. حزب‌الله دیگه حزب‌الله 2006 نیست که بیایی بزنی از سر حزب‌الله تیر شوی بری بیروت بزنی. نه نه، در سالهای اخیر با یک ارتش پارتیزانی 100,000 نفری تبدیل شده که تجربه عملی جنگ در سوریه هم داره، به انواع و اقسام تجهیزات مدرن هم دسترسی دارن. جنگ اسرائیل با لبنان نمیشه و هیچ وجه با جنگ با غزه که هیچ امکانات لوجستیکی درست نداشتن مقایسه کردنه. و می خاطر است اسرائیل شاید هیچ جرات نمیکنه پیش بره. آره، محافل دیپلماتیک چی میگن؟ که تلاش اسرائیل برای ورود به یک جنگ با لبنان یک خودکشی است. خودکشی که برای نتانیاهو انجام میده، به خاطر از این نتانیاهو ذخایر تسلیحاتیش بسیار سنگین است و 100,000 مرد جنگی هم در میدان داره. یاد ما باشه که مرد جنگی در زمین اسرائیل نداره. 500,000 نیروی جبهه مقاومت میتونه سریع خودش به لبنان برسانه. اینی گپ هم هست. از کجا؟ از هر جای، حتی از افغانستان که گفته بودن که میره. کاظمی خومی از لبنان، از یمن، از پاکستان، از افغانستان که مثلا فاطمیون اینا هستن، اینا همیش میتونه بره بوشه. و گروه های مقاومتی برای جنگیدن با اسرائیل حتی لحظه شماری میکنن. اون نیروی مقاومتی که میزنن مثلا در شهرهای اسلامی جنگ میکنن، وقتی که نام اسرائیل باشه چه رقم جنگ کنن؟ اینی گپ ما نباید دور از نظر دور کنیم. حزب الله بیش از 1,000,000 موشک و پهپاد داره. 1,000,000، این حال شما 1,000,000 مقایسه بکنین با جغرافیای کوچک اسرائیل، کابوس جور میشه، تصویری از کابوس بر آدم جور میشه. در این درگیری اخیر نشان داده که موشک ها و پهپادها حزب الله کلا ساخت ایران است.
که پیچیده و به اصطلاح انکشاف داده است. خب اینا چی میکنن؟ اینا این سلاح ها اول ما دیدیم که گنبدای آهنین اسرائیل دور میزنن، باز میره خودش میزنه. اینی ای بسیار گپ مهم است که در جنگ ها باید در نظر داشت، یعنی توان هدف قرار دادن سامان ها هم داره. در چندین مورد ما دیدیم عکس های پدافند هایی که زده بود، توان ازبلا در هدفگیری پهپادهای های هرمس 900 نشان داد که ازبلا به تسلیحات دفاع زمین به هوا هم مجهز هستند. بسیار پیشرفت. یعنی هرمس 900 زدن که 10 میلیون دلار قیمتش بود، حیرت آور بود. حال تیارات اسرائیل داخل خاک بسیار به مشکل داخل خاک لبنان میره. پهپاد هرمس 900 رادارگریز هم است. برو چطور زدن؟ سرعتشان بسیار بالاست، مثل هواپیمای F-15 پرواز میکنه در ارتفاع بسیار بالا. چطور رو زدن؟ یعنی عملا اسرائیل در صورتی که بخواه به لبنان حمله کنه، بحث برتری هوایی خود باز بیخی کنار بگذاره، فراموش کنه، یک چیز دیگه رو با خود ببره. از پهپادها گرفته تا هلیکوپترها که معمولا بر عملیات زمینی پوشش ایجاد میکنه، میتونن همه دیگه ای اصطلاح ها و اصطلاح هدف سامان های دفاعی ازبلا باشه. کلش زده میتونه. بزرگترین چالش امروزی اسرائیل اینمی نقطه است. جنگ از نظر مضمون خود و ساختار خود تغییر کرد. سامان های ضد هوایی ازبلا رو بتانن پیدا بکنن. این سامان ها متحرک از کجا پیدا بکنن؟ بسیار پولیدن. از ماهواره ها میخواین تثبیت بکنن، امکان پیدا کردن دشوار است. معلوم نیست که مثلا ایرانی سامانه را در اختیار ازبلا قرار داده یا ای که سامانه های دیگه هم در اختیار ازبلا. در هر حالت ازبلا بسیار تجهیز شده است. از این نگاه خودشان هم میسازند. بر اساس پیش بینی ها بیش از 90% توانمندی های اینا مخفی است. این دیگه ترس است. چرا ازبلا یا اونا را بر خاطر از اینکه به شگفتی بیاندازه اونا را نگاه کردن، او را رو نکرده، نشان نمیده. این از جمله می سامان ها می سامانه زمین به دریا را ما میتونیم بگویم که هر نوع کشتی های نوع شکر نمید. خب اینجا میتونه موجبات ضربه زدن بسیار قوی به تجارت دریایی اسرائیل فراهم بکنه. اگر در تافیل هم خیلی شروع نکردم، مثل یمنی ها، مثل انصار الله یمن که دریا را بستن، عملا اگر حزب الله بندرهای اسرائیل در دریای مدیترانه هدف بگیره عملیات کنه، خب اسرائیل کاملا و محاصره دریایی در میه. همینطور نیست؟ این نقشه را پرتین تصوری که مثلا امریکایی ها و انگلیسی ها میتونن به داد اسرائیل برسن بسیار ساده لوانه است. اونا اگر میتونستن به داد یمن میرسیدن. سطح توانمندی اونا در درگیری با انصارالله را ما دیدیم. فرقش همیست که یمنی ها سال هاست در محاصره بودن، مثلا مردم مسکین امکان دسترسیشان به تشریفات تسلیحات پیش از دشوار بود. ازبلا خب فرق میکنه، سال هاست انواع و اقسام اصلی پیش رفته را دریافت میکنن. رفیق شفیق ایرانی ها هم با واگنر روسی بسیار درامیخته است، یعنی موقعیتش فرق میکنه. همونطوری که گفته شد با دلیل وضعیت داخلی لبنان ازبلا یعنی شرایط شروع یک جنگ با اسرائیل نداره با وضعیت داخلی، اما اگر اسرائیل حمله کنه مثلا متفاوت است. کاملا اون شرایط داخلی لبنان تبدیل به یک فرصت و انرژی میشه علیه اسرائیل. نکته محوری ای است که با تصویب اخیر شورای امنیت بر ختم جنگ در غزه اصدار حکم کردن، او هم به پیشنهاد امریکا، یعنی در واقع متحد اصلی اسرائیل علیه خودش عمل کرده. این بسیار چیز نو بود و دفتن هم اعلام موافقت حماس و جهاد اسلامی
با این پیشنهاد امریکا و ملل متحد شورای امنیت معلوم شد دولت اسرائیل شدیداً در تنگنا قرار گرفته که جنگ متوقف کنه. خب حال چطور اگه جنگ متوقف کنه که باز همه چیزش فرو می باشه؟ چی میشه کرد؟ همه متفق القول هستند که توقف جنگ پایان عمر سیاسی نتانیاهو کم کمش. عملا یادم و شماره از اعضای کابینه اسرائیل بن گویر و اسموتریچ اینا با محاکمه داخلی و بین المللی مواجه میشن. خب بس چی؟ نتانیاهو باور داره که باید یک جنگ دیگر را پرده و میخاطر که به مردم اسرائیل بگوید که جان شما خود خطر هست، یعنی سعی کنید و اونا همه چیز فراموش بکنن در کنار از این قرار بگیرن. شما فکر میکنید اونطور میشه؟ دلایل زیادی است که اونطور نمیشه. حتی اگر این جنگ موجب فروپاشی اسرائیل هم شود، بر افراد مثل نتانیاهو فقط خودش مهم است، موجودیت اسرائیل و مردمش مورد بعدی است. به این خاطر است که حتی گفته میشه که ممکن است یک تغییر ناگهانی و متو جرق آسا در نظام سیاسی اسرائیل رو نما شود که نامش هرچی میمانند، کودتا میمانند، یک معامله میمانند یا هر چیز. یعنی به این صورته که فعلا تا حالا متشکر کردیم اینا ادامه دادن نمیتونند.